روش حذف H4ه که خب این روش هم باید پاسخ بده و دلایل خاصش رو داره که در صحنه اصلی کار باید پیاده شه، که ما اتفاقاتی که امکان داره در صحنه اصلی کار بیفته رو مد نظر قرار بدیم، که امکان داره یک منبعی از طبقه H4 وجود داشته باشه که خودش جای ویدیوی 55 یا اون ویدیوی مورد نظر در ترشولد 45 در 280 یا 95 دو روش های دیگه نشون داده، ولی اینجا میاد ردش میکنه. اینا مهمه برای اینکه بعد روش های گوناگون رو پیاده بکنید در صحنه اصلی کار. خب زمان تمرین یکی دو روش پاسخ میده که الان دلیلش رو میگیم. خب حذف H4 اوتوران رو میزنیم، آره یک H4 رو میزنیم، تیک تیپش رفت. خب وقتی تیک تیپش رفت بعد زدن H4 P100 رو میزنیم، CLCM میکنیم در 280 یا 95 بنابرای ترشولد 45 باید دو قلوه ویدیو قبل تصویرگیری رو به ما بده، که خب این تصویر هم ایرادی داشت که گفتیم ایراداتش چیه در قسمت های دیگه و الان بازم تکرار میکنیم، ولی خب این دو قلوه ویدیو مورد نظر ما رو برای صحنه اصلی کار میده، ولی شرایط ویژه‌ای داره و شکلش یه ذره متفاوت تره. خب یکیش در اینجا قرار گرفته، 55 هم رفته گوشه در یه خط عمودی افقی هم که نیستن. خب این ما H4 انتخاب کردیم، حذفشو در اینجا ما در روش G1 G3 و G4 بدون انتخاب پول تب اینجا دو قلوه مورد نظر ویدیایمونو که 55 بوده در صحنه اصلی کار داشتیم. ببینید الان هاتراک انتخاب نشده چون خود H4 هست شده. اینا مسائلیه که در روش های داخلی و نوع گونه های کار مطرحه که باید بدونیم بدون انتخاب هاتراک اومده 255. چرا؟ به دلیلی که در روش G1 G3 و G4 ما بدون پول تب دو لکه رنگمون رو داشتیم، میتونستیم هاتراک رو حذف کنیم، دو لکه رنگ برای صحنه اصلی کار بمونه. خب اینجا هم اگه نباشه ایرادی برش نیست، مونده، اومده میگه پس من از طبقه مربوط به H4 نیستم، اینجا اشتباهی نشده تا این موضوع. ولی اگه در جایی که ما حذف H4 رو انجام میدیم بیایم حالا هاتراک رو انتخاب بکنیم، تیک تیپش رو P100 رو بزنیم، این لکه رنگ رو عوض شه، دیگه اصلا کلا بقیه روش ها رد شده است برای صحنه اصلی کار بنابر ترشولد 45 در 280 که اینجا به دست اومد، حالا بعضی تصویرها 295. خب ما الان هاتراک رو انتخاب میکنیم، P100 رو میزنیم، 55 بر سر جای خودشون باقی میمونن. ببینید این تفاوت روش هاست که باید بدونید، که بعد میگن چرا همه روش ها باید پیاده شه. باید پیاده شه تا ببینیم اختلالاتی نباشه از فشار میدان ها یا دو نقطه‌ای که دو هدف بودن و هم فشار وارد کردن، شما به عنوان مرکز هدف گرفتی، یا اصلا میدان ترکیبی فلزات متفاوت بودن یا منابع و کانی ها بودن، یا اصلا اهداف یا منابعی بودن که شبیه هدف اصلی بودن در طبقه H4 بودن. با نبود هاتراک هم اومد 55، چون در روش G1 G3 و G4 بدون انتخاب پول تب و لکه رنگ اومده بود. ولی اگه گفتیم اینجا ما هاتراک رو انتخاب میکنیم در روش حذف H4 این دوتا لکه رنگ ها عوض میشد، اینجا دیگه همه روش ها رد شده بود. خب چون در روش G1 G3 و G4 بدون انتخاب پول تب ما دو لکه رنگ رو داشتیم، میتونیم اینجا دلک رنگ ویدیوهای قبل تصویرگیری در ترشولد 45 در 280 یا 95 دیگه میتونیم بیایم پول تب هم حذف کنیم، P100 رو بزنیم. خب این دوتا لکه رنگ ها میمونن در سر جای خودشون میمونن. خب پول تب رو برمیگردونیم، هاتراک هم که گفتیم حذف بشه و نشه در هر صورت اینا میمونن، چون در روش G1 G3 و G4 بدون انتخاب پول تب دلک رنگ اومده بود، اینجا در 280 میمونه. خب در روش G2 این چون ما انتخاب پلاتین رو داشتیم دیگه حق نداریم در اینجا بیایم پلاتین رو حذف بکنیم، چون حذف کنیم میره دو لکه رنگ، چون روش G2 با انتخاب پلاتین اومده بوده. اینا ارتباطات روش هاست دیگه، و خب روش های دیگه جواب میده. حالا این هاتراکر رو دوباره ور میداریم، P100 رو میزنیم، چون H4 بوده دیگه، حذف H4 بوده، میام ویدیوهای قبل تصویرگیری رو میخوایم حذف بکنیم،
پول تبمون سر جاشه ها، با اینکه در روش G1، G3 و G4 بدون انتخاب پول تب دو لکه رنگه اومده بوده، ولی چون این روش حذف H4 پول تبه میمونه سر جاش. ویدیوی قبل از تصویرگیری رو حذف میکنیم، P100 رو میزنیم. اینجا 55ش جابجا شده، گفتیم ایراد داره، ولی کلا نباید وقتی حذف تیک تیپ ویدیو قبل تصویرگیری میزنیم اون ویدیو یا بره. اگه بره دیگه در صحنه اصلی کار خطاست، قابل قبول نیست که اینجا خب جابجا شد، گفتیم ایراد این تصویرم هم همینه، ولی هاتراک هم نیست، هاتراک نیست. H4 رو برای این انتخاب میکنن، دوباره با ویدیو قبل تصویرگیری حذفش، بدون هاتراک هم 55 میمونن، یا اون دو قلوه ویدیو قبل تصویرگیری برابر ترشولد 45 در 280 یا 95 که اینجا در 280. حالا اگر همینجا که روش حذف H4 هاتراک رو برگردونیم و خود تیک تیپ ویدیو قبل تصویرگیری هم حذف کردیم، ببینید اینا استثناءات ها، باید اینا رو در نظر بگیرید برای صحنه اصلی کار، هاتراک رو برگردونیم چون H4 حذف میشه، هاتراک P100 رو بزنیم، بازم این 55 سر جاشون میمونه. خب این درسته، اگر با انتخاب هاتراک با وجود حذف ویدیو قبل تصویرگیری که هاتراک رو آوردیم P100 رو زدیم این 55 حذف میشد، اینجا باز وجود هدف زیر سوال میرفت. و همه اینا روش های گوناگونیه که ارتباطات رو داره بیان میکنه که شما هم یاد بگیرید. خب در هر صورت گفتیم در اینجا هاتراک خیلی مهمه، بردنش، قرار دادنش، چون در روش G1, G3, G4 ما نداشتیم انتخاب پول تبا که دولک رنگ اومده، ویدیوهای قبل تصویرگیری رو میتونیم حذف بکنیم، بعد دولک رنگ ها بمونه و پول تب هم حذف بکنیم میمونه، ولی پلاتین رو حق نداریم حذف کنیم چون در روش G2 با پلاتین دو لکه رنگ ویدیوهای مورد نظر برای صحنه اصلی کار اومده. اینا همه متعلق به صحنه اصلی کاره و زمان تمرین اهداف میتونن لکه رنگا به گوشه برن، ویدیوهای 45 تا 65 مثلا برای ویدیوهای 55 بیاد، یا مثلا تک لکه بیاد، تک لکه گوشه بره، ترشولد پایین رو بدید، با دیوی بالا جواب بده زمان تمرین، ترشولد بالا بدید با دیوی پایین بده. اینا مال زمان تمرینه که سیگنال ضعیفه در صحنه اصلی کار، هیچ کدوم اتفاقاتی که برای زمان تمرین تکرار میکنیم نباید بیفته، ولی اصلا شما با دیدن این نوع آموزش ها میتونید کار رو درست یاد بگیرید، نیازی هم بر این نیست که حتما برید تمرین کنید، چون این اتفاقات در زمان تمرین امکان داره هرگز نیفته، ولی برای تساوی صحنه اصلی کار که ایراد داشته، اشکال داشته، موفقیت آمیز بوده یا خیلی کامل و جامع بوده در جای دیگه توضیح دادیم، باید رعایت بشه و ببینید چه روش هایی وجود داره و چه تکنیک هایی هست که شما رو کمک میکنه. اپراتور اگه خطا کنه هیچ کاری نمیشه کرد، این اپراتور خیلی مهمه در کار کردن با سیستم های راداری که دستوران های ویژه برای زمان تمرین، برای صحنه اصلی کار، نحوه کارها، شکا، تغییرات داخلی، نوع تنظیمات، تغییر تنظیمات و تعیین تنظیمات داره. تکنیک و تکنولوژی و فناوری سیستم پیشرفته است که میتونید از این روش ها استفاده بکنید و بهترین کیفیت رو به دست بیارید.